به نام خداوند گنج و خداوند رنج، ارادتمند تک تک دوستان، امیدوارم که لحظات زیبایی رو پشت سر بگذرونید. دوستان ارجمند و عزیزان دل، ما سنگی رو داریم به این صورت. ببینید فلسفه این سنگ ها چی هست؟ دوستان عزیز، این سنگ ها رو افرادی که دارن میگن سنگ های بسیار گران قیمتی هست، اما نظر منده کاملا مخالف این مطلب هست. دوستان میفرمان که این سنگ من الماسه، سنگ من خیلی ارزشمنده، یا میگن شهاب سنگ. نه عزیزان، این سنگ فلسفه خاصی داره. فلسفه این سنگ چی هست دوست عزیز؟ در ایران باستان طبق آیین تدفین، ما افرادی که از نظر موقعیت اجتماعی در سطح بالایی بودن، این سنگ ها رو در داخل قبورشون میذاشتن به صورت فرد، یعنی 1, 3, 5, 7, 9, 11 با توجه به موقعیت اجتماعیشون تعداد سنگ ها بیشتر بود. حالا فلسفه سنگ ها چی هست؟ ببینید، یک حاکم محلی اگر میخواست یک شی ارزشمندی رو برای حاکم دیگه ای بفرسته، این سنگ ها رو تراش میدادن، داخل این سنگ ها الماس زمرد میذاشتن و اون رو میبستن و میدادن به شخصی که مورد وثوقشون هست، اون رو ببره بده به اون حاکم محلی یا شاه دیگه. اون شاه دیگه میدونست اگر 10 تا سنگ هست داخل کدوم یکی از اینها هدیه هست، اون هدیه رو در می آورد، دوباره همون سنگ رو میداد به این سفیر یا این ملازم شاه. اون شخصی که حامل این سنگ بوده از یک پادشاه به پادشاه دیگه و هدیه رو میرسونه به پادشاه دیگه و اون پادشاه شی ارزشمند داخلی این رو در میاره، دوباره میده به همون شخص، اون شخص میاره میده به پادشاه و پادشاه یه براندازش میکنه، میبینه هدیه تخلیه شده و سنگ خالی رو میده به شخص مورد وثوق خودش. حالا در موارد نادری هم داریم که داخل این سنگ ها واقعا مواد ارزشمندی، شی ارزشمندی هست. ببینید این سنگ دوست عزیز، ببینید هیچ منفذی، سوراخی، درزی، چیزی نداره، پس این سنگ فاقد ارزشه. سنگ هایی داریم که انگار که اینو باز کردن، داخلش چیزی گذاشتن و دوباره بستنش، اونها باید بررسی بشه. برای بررسی اون نیاز چجوری بگم خدمت شما، طوری نیست که شما با نگاه کردن متوجه بشید که این سنگ داخلش چیزی هست یا نه. اگر هم بخواید تراش بدین، ببرید تراشکاری تراش بدین، اون وسیله تراشش بخوره به این خراب میشه، یعنی شما نمیتونید تراش بدید. اگر بخواید بشکونینش، به قدری این سفت و محکمه، شکسته هم نمیشه. یک راهکار خاصی داره که اون راهکار خاص، با توجه به اون راهکار خاص میشه متوجه شد که درون این چی میتونه باشه. دوستانی که چنین سنگی رو دارن میتونن کامنت بذارن برام، و چون اگر دوستان ببینید، اگر بخوام مطلب رو عرض کنم خدمتتون، خیلی موضوع لوس میشه و موضوعی که لوس میشه ارزش چندانی نداره. پس دوستانی که شک دارن و چنین سنگی رو دارن و نمیدونن داخل این شی ارزشمندی هست یا نه، کامنت بذارن خدمتشون عرض خواهم کرد. باز هم مثل همیشه دعای همیشه، امضای خدا پای تمام آرزوهای زیبای شما دوستان عزیز. رضا ابراهیمی هستم، خالق نگهدار تک تک شما دوستان گرامی.